سلام بچه، امیدوارم سب خوب و صحتمند باشین. در این ویدیو میریم به ترک جدید سونیتا علیزاده رو ریاکشن میکنیم به نام خدا را کشتید، که مثل همیشه لینکش داخل دسکریپشن است. حتما بچه های حمایت کنین، لایک سابسکرایب و فراموش نکنین و حتما ما رو در اینستاگرام فالو کنین. میریم کوتاه دوباره برمیگردیم. خب بچه، شروع میکنیم میریم طرف ترک. اول کوتا دسکریپشنش میبینیم که در دسکریپشنش فقط میوزیک نوشته شده توسط امیر علیزاده و سعید بهشتی، که دیگه چیز خاص نداره در دسکریپشنش. پس میریم مستقیم طرف ترک. چقدر بیت سوزناک داره. جه افغانستان پر از علمای مریزه، رابر و سر می پره هر کی چاقوی تزه. اینجی افغانستان زادگاه شعر و بلنگ، ولی وقت عمل همه قایم میشیم زیر سنگ. اینجی همیخه خیلی گفه بیمانات ما شعر استیم. افغانستان زادگاه شعر و پلنگ، ولی وقت عمل همه قایم میشیم زیر سنگ. اینجا سچی طرفدار داره فروش میهم، واردات دین عربی و شکنجه زن. اینجا زنو ندارن هیچ حق انتخاب، دخترها را میفروشن تو بخرن نان و آب. یک ترک خود انایت هم یاد میکنه، نمیفهم دقیقا کدام ترکش بود. میگه دختر خدا فروخت که بخرن نان، ندارن هیچ چون مال گاو گوسفند نداشت. حق انتخاب، دخترها را میفروشن تو بخرن نان و آب. و دامو از ترس نمیکنن اعتراضی، به جایش میرن موتور سواری و کفتر بازی. و همین که نفس میکشن میگن هستن راضی، خلاصه قحطی قهرمان داره مزر لحاظی. گذاشتیم با روی پا، منتظریم نجات برسه از آمریکا. شدیم لبریز از امیدهای مرده، بوی بی غیرتی میده ای کشور افسرده. ای ملت مسلمان، شما کشتید خدا رو با دستان خونین، سوی آسمان میخونید دعا رو. راست مگه؟ با دستان خونین سوی آسمان میخونید دعا رو. خدا رو کشتید راست مگه؟ خدا را کشتید به خاطر عزیز که وقتی از قوانین خدا پیروی نمیکنین و معلمدار خدا را کشتید. در کجای دین گفته شده که یک دختر اجازه نداره که مکتب بره، اجازه نداره تعلیم کنه، اجازه نداره بیرون بره؟ نمیفهم که از کدام قسمت، از کدام قسمت این مبرای قانونش که اصلا هیچ به خدا ربط نداره. دقیقا نیر راست مگه؟ بعض وقتا یگان چیز میان اینا ارام و علال قرار میتن که اصلا یک نفر پیدا نمیشه پرسان کنه که چرا، به کدام دلیل. اکثریتشون هر چیز خوششون بیای ارام قرار میتن، هر چیز خوششون بیان علال قرار میتن. هیچ اصلا او به دین ربط نداره و هیچ کس هم پرسان نمیکنه چرا. قاتلان خدا میخوانیم نمان، خدا رو کشتند، 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 خدا رو کشتند. اینجا علما میدن درس از ایمان، ولی خودشون میکنن تجاوز تو به شیطان. جناب دار گردن مبسط به مذهب، تو نره به سوی آزادی مکتب. چه قمقل گفت خدا که حقیقت ماست. میدم درس از ایمان، ولی خودشون میکنن تجاوز تو به شیطان. جناب دار گردن مبسط به مذهب، تو نره به سوی آزادی مکتب. ما هم جلو زندانی بی تلاش، جرات و منطق فروش می بود.
جرات کاش که فروشی می بود که کم برات می خریدم. جرات و منطقه فروشی می بود. ای کاش، ای کاش. در شهر می پیچه صدای خنده مردان، بی خبر از گریه شبانه زنان. دختران با چشمان اشکالود و خسته، نمی از جمعیت در و پشت درهای بسته. آه خدا، ما باور میکنین نزدیک به 10 سال، 11 سال یا کم زیادتر و کمتر از افغانستان دور استم و اصلا تصور نمیکنم که یک رژیم داخل افغانستان آمد مکتبا را بسته کرد و دخترها اجازه ندارن در این سال 2024 که مکتب برن، یا در سال 2023. اصلا تصورش هنوز من نمیتونم باور کنم کمچه اتفاق داخل افغانستان افتاده، چون در اروپا دخترها کارهای میکنن که اصلا آدم ایران میمونه در این قرن و در این سال در افغانستان چی جوریان داره. و واقعا ناراحت کننده است وقتی که میشنوم، بیخی اصلا باورم نمیم، بیخی تصورش سخت است وقتی اینجا یک نفر بگویی که در افغانستان اجازه نیست زنا مکتب برن. خیلی براشون سخت است که چی رقم، چطور، چرا، در کجا است، در چی نوشته است که نتانن اجازه نیست. میپیچه صدای خنده مردان، بی خبر از گریه شبانه زنان. دختران با چشمان اشکالود و خسته، نمی از جمعیت در و پشت درهای بسته. قلندرهای ما شدن همگی ضعیف، از ترس دو ست و طالب گرگی کسیب. از حق زنان نمی کنن هیچ صحبت، با سکوت خود به طالب میدن بیشتر قدرت. و ما رو بکشانن به سوی زلت، یکی بگی چه طالب میدن بیشتر قدرت. و ما رو بکشانن به سوی زلت، نگیرن به دست. خودتان تعیین کنید یا پیروزی یا شکست. از بس کردیم تکیه به بیگانه، و تنک خود کردیم ویرانه. کلید مشکلات ما تنها اتحاد، تا پس بگیریم وطن از طالب حرامزاده. یک ترک فوق‌العاده، من هنوز محوش استم، چون برای ما تصورش خیلی سخت است. وقتی من از افغانستان بیرون شدم، افغانستان نو رو با آبادی بود، کمه خوبتر شده بود و بچه هایی که فعلا از اون طرف اینجا آمدن بر مقصد. ما اصلا دی 10 سال یا 10 سال هیچ افغانستان نرفتیم، هیچ وقت نشده که دوباره برگردم و ببینم کشور چی رقم شده بود. حتی سقوط هم کرد بعد از اون، تا فعلا هیچ نرفتیم دی 10 سال. و بر ما میامدن میگفتن که افغانستان کابل حالا خیلی آباد شده، تو شده، آباد تو شده، این رقم از حال قسم میکنن. ما هم خوش میشم دا آبادیش، و وقتی که این چیزا رو میشنم که افغانستان سقوط کرد، باز قوانین جدید هم ماندن، دختران نمیمانند که این کارا بکنه، او کارا مردان هم نمیمانند. و بعضی چیزا خیلی ناراحت کننده است که چطور در این سال اتی یک اتفاق میفتد. تمام کشورها رو به پیش رفت هستن، ما دوباره پس شروع کردیم رو به پس رفت میریم. دقیقا افغانستان از بعد از جنگ دوباره رو به آبادی بود، ولی حال دوباره پس میره به مروزا. طبعا اگه کدام رژیم پیدا شود جنگ کنه، پس دوباره اونم افغانستان است. سال 1997 دوباره جنگ شروع است، تا که چی وقت اتفاق تمام میشه دوباره و پس دوباره با پیشرفت شروع میکنه. و جای ناراحت کننده است. چی کار کنیم، چی بگویم، هر چی بگویم از ما هیچ است، هیچ فایده نداره. گفتن زیاد کس ها گفتن، ولی عملش هم نمیفهم که میکنن. امیدوار هستم بچه از این ویدیو خوشتان آمده باشه. درخواستیاتون داخل کامنت نوشته کنین. اوقات خوب و خوش داشته باشین.